تو درس دوم قرار بپردازیم به لغت‌های روزمره‌ای که خیلی دیدیمشون، مثل make، مثل do، مثل have، ولی با یک معنی کاملا متفاوت این سری. Hey guys, how are you doing? سلام علیکم. احوال شما؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ خیلی خیلی خوش اومدید به استر انگلیش. من حسینم با درس دوم از سری درس‌های آموزش لغات 0 تا 100 دوره پیشرفته بر اساس کتاب Oxford Word Skills Upper Intermediate، یعنی سومی سطح از کتاب، در خدمتتون هستم. امروز درس دوم رو قرار کار کنیم. همونطور که بهتون گفتم قرار بپردازیم به لغت‌هایی که قبلا دیدیمشون هزار بار، ولی این یه دونه معنیشون رو شاید ندیدیم یا خیلی کمتر دیدیم. احتمالاً این معنیایی که از این لغت‌های آشنا می‌بینیم خیلی سورپرایزتون می‌کنه، چون معنیایی که دارن خیلی ناشناس به گوشتون. بریم که بررسی کنیم. قبل از شروع ویدیو ازتون می‌خوام که لایک کنید. متشکرم. تمرینا رو یادآوری میکنم بهتون بچه، تمرینی که زیر ویدیو براتون میذارم فراموش نکنید. هر درسی رو میخواین انجام بدین، بیاین درس جدید ببینید، مطمئن شید درس قبلی رو تمریناش انجام دادین، فیدبک های قبلی ها رو رفتین نگاه کردین، اونایی که بررسی کردم عکس تختم که مثل همیشه از کانال تلگرام میتونین بردارین. Let's get started. بزن بریم که شروع کنیم. درس دوم بچه‌ها میشه صفحه 12 و 13. درس دو صفحه‌ای. من دست به ماجیکشم. در صفحه اولش بچه ها میگه familiar words new meanings، لغت های آشنا معنی جدید، لغت هایی که قبلا دیدیم ولی معنی هاشون جدیده. پارت ایش میگه using words and phrases figuratively، استفاده از لغت ها و اصطلاحات و عبارت ها به صورت figuratively. داشتیم درس قبلی، درس یک و دیدین دیگه حتما. میگه به چه شکلی؟ به شکل تلویحی، مجازی، یعنی معنی دوم رو داریم نگاه میکنیم، معنی سوم، معنی پشتش رو داریم نگاه میکنیم اینجا تو این قسمت. یه توضیح داده و بعد یه مثلی ورده. توضیح رو بخونیم با هم. میگه familiar words may appear with an unfamiliar meaning، لغت آشنا ممکنه ظاهر بشن با یه معنی متفاوت، یه معنی غیر آشنا. Often a figurative meaning. اغلب این معنی unfamiliar figurative هست، یعنی به صورت مجازی تلویحیه. Or surrounded by other words، یا ممکنه دورشون لغت‌های دیگه‌ای باشه. Surrounded یعنی محاصره شده باشن، دورشون گرفته باشه لغت‌های دیگه‌ای. That together، که اینا با هم به همراه اون لغتی که دورشون هستن، form an idiom or common phrase، تشکیل بدن. Form جای verb، تشکیل دادن، form دادن، که تشکیل بدن یک idiom یا یک common phrase، یک اصطلاح کاربردی یا یک عبارت، یک اصطلاح طور دقیقاً. بیایم پایین. قرار شد بچه ها همونطور که بهتون گفتم ما توی در واقع این درس کتاب جدید گلاسری رو هم خیلی دقیق و مو به مو انجام بدیم و بررسی بکنیم. یک بار میخوام داستان از روش بخونم، تلفظ اوکی بشه اول. لغت تلفظ سخت کم داره، ولی یه بار داستان گوش کنید با تلفظ من، با زبون من. پس فقط میخونم. As I crawled along the motorway I was having second thoughts about staying with Marcus. I'd been in two minds about going in the first place, but it was sweet of him to invite me, and I wasn't tied up, so I said yes. But now it struck me that perhaps he wanted to go out with me. How could I be so thick? Marcus was very nice, but a romantic relationship was the last thing on my mind. How can I get out of this? I wondered. Just then, the traffic suddenly started to speed up, and something went into the back of me. I pulled my mobile out of my bag. Is that you, Marcus? Listen, you're not gonna believe this, but... خب، بریم عرصه کنیم ببینیم چی بوده. پس یه تیکه داستان بود، همطور که احتمالاً متوجه شدین. داخل این داستان بچه، لغتایی که بولد کرده، پررنگ نوشته و توی گلاسری لیست کرده، لغت هایی که قبلا احتمالا دیدین با یه معنی دیگه. این سری یه معنی متفاوت داره بهتون میگه. مثال بگم خدمتون، همون جمله اول، As I crawled along the motorway. Crawl رو بچه احتمالا قبلا شنیدید به معنی سینه خیز رفتن یا چهار دست و پا رفتن. مثلا بچه ها crawl میکنن، سرباز ها توی جنگ crawl میکنن. این crawl اینه، ایدی گرفته دیگه. حالا این میگه along the motorway، یعنی همچی که اتوبانو داشتم یواش آروم میرفتم، این ترافیک سنگین بود و سرعت ترافیک کم بوده، داشتن آروم آروم میرفتن. ببینید crawl این سری دیگه سینه خیز رفتن نیست. اگه توی ماشین باشه، منظورت برای ماشین باشه، دیگه میشه آروم حرکت کردن. توی گلاسری رو نگاه کنین، میگه crawl of a vehicle، vehicle وسیله نقلیه است. میگه اگه برای وسیله نقلیه استفاده شد crawl، move very slowly، به معنی اینه که خیلی آروم حرکت کنه.
crawl یک لغت که معنیشو بلدیم، ولی اینجا اون معنی پشت است، معنی دومی است. آروم حرکت کردن ماشین رو میگیم. I was having second thoughts. میگه همونجور که داشتم آروم آروم میرفتم، اتوبان گرفتم داشتم میرفتم. I was having second thoughts. هف داشتن سکند دوم تات فکر about در مورد است، ولی در کنار هم هف سکند تاتس about یه چیزی یعنی دودل شدن، یعنی به شک افتادن، یعنی شک کردن. چقدر قشنگه میگه یه فکر دومی و انگار اومد تو ذهنم، دودل شدم، به شک افتادم، شک کردن. بچه تو گلاسری نگاه کنید، گفته هف سکند تاتس اگه میخواییم بگیم در مورد چیزی، about something، معنیش نوشه، نوشه start having doubts، doubt شکه، میگه شروع کنی به شک کردن، about a decision you have made، در مورد تصمیمی که گرفتی، دودل بشی، به شک بیفتی، have second thoughts about something. میگه در مورد این که برم پیش مارکوس بمونم یا نه، در مورد این دودل شدم، شک افتاد به جونم. داره میره، داره تو راه میره، میره میخواد بره خونه مارکوس، پیش مارکوس بمونه. I'd been in two minds about going in the first place. In the first place یعنی اون اولش. مثل چی میمونه in the first place؟ وقتی میگید in the first place، مثل این میمونه که دارید میگید at the beginning. At the beginning یعنی اون ابتدا، اولش. اولش ترجمه خوبی برین. اون اولش I was I had been بچه بودم in two minds. I'd been in two minds یعنی دو به شک بودم، یعنی مطمئن نبودم، یعنی قطعی نبود تصمیمم، نمیدونستم باید چی کار کنم. ها میگه مشکوک بودم، نمیدونستم باید چی کار کنم. I'd been in two minds. پس وقتی you are in two minds یعنی دو تا انتخاب دارید که نمیتونید تصمیم بگیرین، دو دلین، این کارو بکنین یا اون کارو بکنین. پس معنیش تقریبا نزدیکه. have second thoughts about something یعنی به شک افتادن. be in two minds about something یعنی دو دل بودن که این کارو بکنم یا اون کارو بکنم. دو تا گزینه دارین. be in two minds about something. تو گلاسری بچه نوشته، نوشته be unable to decide what to do about something. میگه اینکه نتونی تصمیم بگیری که باید چی کار بکنی. ها be in two minds یعنی نمیدونستم باید چی کار بکنم. هی این یا اون. میگه اولش نمیدونستم، اولش دو دل بودم، نمیدونستم باید چی کار کنم. but it was sweet of him ولی از لطفش بود، خیلی لطف داشت، خیلی از مهربونیش بود. sweet of someone رو قبلا به چه شکل دیدیم؟ sweet of someone رو قبلا به شکل nice یا kind of someone دیدیم. میخوام بگیم مثلا نظر لطفی کسی بود یا از روی لطف بود. پس میگه نظر لطفته، از روی لطف بوده، از روی مهربونیش بوده، کار قشنگی بوده. برگردیم روی مد. but it was sweet of him خیلی از روی لطفش بود to invite me که منو دعوت کرد. and I wasn't tied up منم گرفتار نبودم، دستم بند نبود، مشغول نبودم، اوکی بودم. این ساختار be tied up رو یاد بگیریم بچه ها. be tied up اینجا یاد بگیریم بچه ها، عادت کنیم که به این شکل بنویسین، یعنی فرم رو بنویسین، یک مدلش رو ننویسین. بی بنویسین که یعنی یادتون باشه آقا هر تو بی وری من میتونم اینجا بذارم، میتونم بگم چرا نیومدی، سرم شلوغ بود، گرفتار بودم، I was tied up. یا میتونی بگی الان نه نمیتونم، I'm tied up، گرفتارم، دستم بنده، سرم شلوغه. چرا حالا اینو بولد کرده؟ همه اینو گفتم، اینه که بولد شده معنی تلویحی داره دیگه، معنی پشتی داره. tie به معنی گره زدنه، میگیم انگار یه جا گره هم زدن. I'm tied up، گرفتارم. ببینید خیلی زیبا میشه وقتی این معانی فیگوراتیو میاد توی کار. پس میگه من گرفتار نبودم. so I said yes، پس گفتم اوکی میام. but then اوز میخوام but now it struck me that perhaps he wanted to go out with me. he wanted to go out with me، go out with someone. اینو قبلی توی کتاب قبلی گفتم بچه، go out with someone. باز مجدد میگم go out with someone در معنی اولش به ظاهر شاید بیرون رفتن با کسی باشه، ولی وقتی میگیم go out with someone یعنی دو نفر توی رابطن. مثلا میخوام بگم اینا دو سال توی رابطن. یه تنسش که بچه میشه present perfect continuous، توی کتاب grammar news گفتم برید اونجا ببینید. این شکلی میشه، میشه they have been going out for two years. they have been going out
for 2 years 2 ساله با هم تو رابطه، نه به معنی که 2 سال با هم میرن بیرون، آره داخل 2 سال رابطه قطعا بیرون رفتن داره توش، فقط همین هستن go out with someone به این معنی میگیریم، به معنی تو رابطه بودن با کسی. حالا اینم همین رو داره میگه، میگه but now it struck me that همین ساختار رو یاد بگیریم بچه. وقتی میگیم it struck me یعنی یهویی به ذهنم زد، یهویی این اومد تو ذهنم که نکنه اینجوریه، نکنه ماجرا اینه. It struck me that. Struck me رو بچه نگاه کنیم، از فعل strike میاد، این شکلی این زمان حالشه، گذشته میشه، میشه این چیزی که این بالا نوشته، اینجا می‌نویسم past، گذشته شونه strike. توی گلاسری نوشته بچه، نوشته of a thought or idea، میگه اگه در مورد ایده و فکر و اینا باشه، suddenly come into someone's mind، یعنی یهویی به ذهنت اومد. وقتی این فعل استفاده کنی یعنی یه چیزی یهویی به ذهنت اومد. It struck me یعنی یهو به ذهنم اومد که نکنه ها شاید فلان. بگردیم رو جمله، میگه it struck me that perhaps شاید he wanted to go out with me، شاید میخواد با هم تو رابطه باشه، یعنی شاید میخواد با هم رابطه داشته باشیم در واقع. جالبه بچه، توی گلاسری بالاتر be tied up رو نخونه، be tied up نوشته به busy and unable to do other things، سر شلوغ باشه نتونی کار دیگه بکنی. sweet هم براش توی گلاسری نوشته kind of someone، نوشتم اینجا بچه براتون sweet of someone، nice of someone، kind of someone، یعنی اینکه مثال زده بچه. It was sweet of you to come، خیلی لطف کردی اومدی. It was sweet of you to come، خیلی کار خوبی کردی، خیلی لطف کردی اومدی. برگردیم روی متن، میگه که از خوش میپرسه، میگه How could I be so thick، چطور میتونستم اینقدر احمق باشم. thick بچه در معنی احمق، در معنی stupid بریتیشه، ما اینو تو امریکن نداریم، به عنوان بریتیش داشته باشینش. How could I be so thick، چطور میتونم اینقدر احمق باشم. Marcus was very nice. خیلی آدم خوبیه. بچه وقتی میخوام بگم یه نفر آدم خوبیه به طور کلی nice رو استفاده میکنیم. حواستون باشه. He's a nice guy. They are nice people. آدم خوبیه. یه آدم خوبی، خیلی آدم خوبیه. But a romantic relationship، ولی یه رابطه رمانتیک، رابطه عاشقانه، was the last thing on my mind. آخرین چیز توی ذهن من بود. یعنی چی وقتی میگیم یه چیزی آخرین چیز توی ذهن من بود؟ یعنی اینکه کم احتمال ترین اتفاقی که میتونست بیفته است. توی گلاسری بچه باز نوشه، هم thick رو نوشه، نوشه informale، حواستون باشه stupid، هم be the last thing on someone's mind رو نوشته be the thing that someone is least likely، likely محتمله دیگه، the least likely یعنی از همه کمتر احتمالش، to be thinking about، چیزی که از همه کمتر احتمالش رو میده و بهش فکر میکنه. میگه بابا اصلا ته ته ذهنم بودی رابطه رومانتیک باشه، با اینکه آدم خوبیه، ولی خیلی دور بود از ذهنم، خیلی دور بود از ذهنم. پس it was the last thing on my mind. How can I get out of this؟ چجوری میتونم حالا از این ماجرا تفره برم؟ Get out of this، از شرش خلاص شم، از شر این ماجرا، از تفره برم این ماجرا، بپیچم درم. Get out of something، این معنی ظاهرش انگار پیاده شدن از چیزی، در اومدن از چیزی، ولی توی در واقع یک کار، یه مفهوم انتزاییه، از یه ماجرایی در بیای تفره بری. I wondered، یعنی با خودم فکر کردم، برام جای تعجب داشت، تعجب کردم با خودم، فکر کردم که چطور میتونم این کار بکنم. جاستن همون موقع، جاستن the traffic suddenly started to speed up، ترافیک یعنی جریان ماشینا شروع کرد به تندتر رفتن. speed up بچه وقتی یک چیزی شروع میکنه به سرعتش رو میبره بالاتر، هر چیزی که در حرکته میگم speed up، این فعلشه یعنی سریعتر شدن. برعکسش بچه slow down، وقتی یک چیزی سرعتش شروع میکنه به کاهش یافتن، speed up slow down. میگه ترافیک شروع کرد به سریعتر شدن، جریان ماشین شروع کرد به سریعتر شدن. And something went into the back of me. Something went into the back of me. Back of me منظورش پشت ماشینه. میگه یه چیزی از پشت خورد به ماشینم. یعنی یه نفر از پشت خورد به ماشینم دیگه. تصادف، یکی از پشت بهش زده. پس اینجوری میگیم، میگیم یه ماشینو میگیم، میگیم go into. بعد یه ماشین دیگه. حالا معمولا back مثلا. Go into the back of someone. I went into the back of my friend's car. زدم به پشت ماشین رفیقم. I went، فعل گو استفاده میکنیم، into the back of my friend's car. میگه یه چیزی از پشت خورد بهم. I pulled my mobile out of my bag. من از سری گوشیمو درآوردم. موبایل بریتیشه دیگه، ما میگیم سل فون. Is that you Marcus؟ Marcus تویی؟ گوش کن ببین، باورت نمیشه، سری بهونه جور شد و پیچید. Listen, you're not gonna believe this. ببین باورت نمیشه. But ببین باورت نمیشه خیلی.
ولی اینجوری شده راستش، پیچوند. توی گلاسری بچه آخرین قسمت البته get out of هم میگم، get out of something میشه avoid doing something، یعنی از انجام کاری پرهیز کنی، تفره بری، بپیچی، بتونی بپیچونی. آخرین موردش you're not gonna believe this رو نوشته used to introduce surprising and often unwelcome news، برای خبر دادن introducing میشه اینجا معرفی کردن، برای اینکه خبر بدی یک اتفاق surprising و unwelcome، یعنی اینکه unwelcome یعنی ناخوشایند، اینجوری ترجمهش کنیم که خیلی اتفاق خوبی هم نیست. میگه همچین خبری میخوای به یکی بدی، میتونی از این اصطلاح استفاده کنی. You're not gonna believe this. You're not gonna believe that. گانه بچه همون going توی چسبیده هم. بریم سراغ صفحه دوم. خب توی صفحه دوم درس دویم، لایک کردیم ویدیو رو. متشکرم. مرسی. صفحه دومش میگه common verbs with less familiar meanings. حالا این سری تو قبلی ها معنی تلویه ها رو داشتیم، این سری همون لغت هایی که خیلی شنیدیم رو با یه معنی متفاوت قرار بررسی بکنیم. یه توضیح کوچولو داره و بعد میریم سراغ جدول. میگه the words in bold، لغت هایی که تو bold به صورت bold نوشته شدن، in the examples، تو مثال ها، اینا این وسطی ها، are very common، خیلی رایجن، when the verbs are used with the meanings in the table، وقتی با این معنی استفاده میشن. حواستون باشه معنی های دوم سوم و معنی های بعدتر این لغت هایی که خیلی شنیدیم رو داریم استفاده میکنیم، ولی این به هیچ وجه به معنی اینکه اینها کم کار بردن نیست. اتفاقا خیلی تو انگلیسی استفاده میشه. حالا یکیشو بگم متوجه میشین که معنی دورتر منظورمون چیه، معنی دوم سوم منظورمون چیه، ولی خیلی استفاده میشن و اتفاقا همینا هن که میتونن درد سر ساز بشن بعد از مهاجرت، چون نیتیف ها خیلی از اینا استفاده میکنن، چون واقعا خب اینا این معنی ها رو میدن و استفاده میشن. میخوام بهتون بگم که به این معنی نیستش که کم کاربرد باشه چون معنی دوم سوم، نه، در جای خودشون اتفاقا خیلی خوب و درست استفاده میشن و نیتیو ازشون استفاده میکنن، اما هر چقدر بهتر و بیشتر بتونیم این استفاده کنیم نیتیو لایک تر میشه اسپیکینگ ما. بریم ببینیم چی به چیه، خیلی جذابه. میگه که اولیش get someone یا something to do something. یکی از معانی get بچه ها که این شکلیه با همچین ساختاری، get معمولا someone یه نفر، to do something، get someone اینجا یه نفر میذاریم، بعد to میذاریم، بعد فعلمون رو میاریم و بعد یه ماجرای دیگر رو میگیم. اینه که یه نفر رو متقاعد کنی یا مجبورش کنی یا ازش بخوای یه کار رو انجام بده. تو این بازه معنی مجبور کردن، متقاعد کردن، درخواست کردن که نفر یه کار رو انجام بده. have هم بچه اضافه کنید، have هم تو همین معنی به همیشه کاربرد داره. have someone do something، با هاو اگه گفتین در این معنی در این کاربرد، فقط فرقش اینه که این تو رو نداره. هاو آوردین بعدش someone، بعد فعلتون رو میارید و بعد ادامه ماجرا. مثالش رو نگاه کنید. I couldn't get him to leave the house. نتونستم راضیش کنم، متقاعدش کنم، مجبورش کنم خونه رو ترک کنه بره. یا yeah, I finally got the car to start. آخرش تونستم ماشین رو بالاخره راه بندازم، موفق شدم یه کاری انجام بدم. این سری get something to do something، یعنی ماشین رو بالاخره تونستم راش بندازم. I finally got the car to start. معنیشو نوشته make or persuade، یعنی مجبور کنی یا متقاعد کنی یه نفر یه چیزی یه کاری رو انجام بده. جالبه get رو در معنی زیادی دیده بودیم ولی این خاصه. معنی دوم see، بعدش what و how و عبارتهای WH بیاد. به چه معنی میتونه باشه؟ فعل see رو خوب زیاد دیدیم، بعدش WH حتما هست این معنی. مثال زده we may be able to help، شاید بتونیم کمک کنیم. I'll see what Rob says، بذار ببینم که راب چی میگه، بذار برم بپرسم ببینم، بذار چک کنم ببینم، صبر کن ببینیم راب چی میگه. پس اینکه صبر کنی یا بری ببینی، با چک کنی، صحبت کنی، بپرسی از یه نفر که ببینی ماجرا چیه، از این طریق متوجه بشی که ماجرا چیه، چه اتفاقی قرار بیفته، اینو میگیم see what، see where، see who. پس مثال اولش این بود. مثال دومش میگه it may be okay، شاید هم اوکی باشه. Let's see what happens، بذار ببینیم چی میشه. ما هم تو فارسی همین کارو میکنیم، میگیم بذار ببینم چی میگه، بذار ببینم با کی میره، بذار ببینم کجاست ماجرا. این بذار ببینم let's see یا I'll see، من چک میکنم، من بررسی میکنم، من میبینم چیه ماجرا، بهت میگم، من میفهمم ماجرا چیه، بهت میگم. پس see در این معنی متفاوتی نسبت به چیزی که از قبل میدونستیم. توی پایینش keep رو داریم بچه، سومی. keep اینجا به معنی تازه موندن میوه است، تو معنیش نوشته remain fresh، تازه موندن مواد غذایی در واقع، اینجوری بگیم بیشتر مواد غذایی. مثال خودش رو نگاه کنید we must eat the grapes، باید این انگور رو بخوریم. they won't keep یعنی نمیمونن، تازه نمیمونن. مثلا میتونیم تهش هم یه until
tomorrow اضافه کنیم. Until tomorrow. They won't keep until tomorrow. یعنی دیگه اینا تا فردا تازه نمیمونن. They won't keep until tomorrow. تا فردا تازه نمیمونن. اینا همینا بخوریم. پس keep یکی از معنیش این تازه موندن است. ببینید keep کجا؟ معنی که از keep میدونستیم کجا؟ این کجا؟ ارتباط رو ریز میتونید پیدا کنید. اینجوری نیستش که هیچ ارتباطی به هم نداشته باشن. یعنی ته تهش بهش فکر کنید و درک عمیقی از قبل نسبت به keep داشته باشین. الان میتونید یه ارتباطی بین اون معنی قبلی و این معنی جدید پیدا کنید. ولی معنی جدید واقعا یه چیز خاصیه، یه چیز متفاوتیه در کل. کلمه بعدی بچه پوته. پوت که به معنی گذاشتن ما معمولا میشه، پوت میاد رو زنمون، معنی گذاشتن میاد کنارش. ولی اینجا چیه؟ I think he put it very well in his essay. فهم کنم تو مقالش، تو اون چیزی که نوشته، خیلی خوب بیانش کردیم موضوع رو. He put it very put بشه گذشته، put اینجا گذشته simple past. I think he put، اگه زمان حال بود سوم شخص داشت، میگه فهم کنم به نظر من خیلی خوب بیانش کرده این موضوع. پس put بیان کردن یکی از معنیاش. این دیگه واقعا در نمیاد. چرا؟ از کجا میشه اون ارتباط ریزه رو پیدا کرد؟ put یعنی اینکه اون حرفت رو میذاری توی لغت‌های خاصی، با لغت‌های خاصی بیان میکنی. دقیقا اگه بریم توی معنی بچه ها میبینیم که توی معنیش نوشته say or write something in a particular way، یه چیزی رو به یه مدل خاصی بگی یا بنویسی. این هم بیان کردن به مدل خاصی دیگه. also put something into words یعنی بتونی یه چیزی رو با کلمات بیان کنی. put something into words. مثلا میگیم it was difficult to put my sadness into words. It was difficult to put my sadness into words. Put something into words. اینو بچه اونجا براتون نوشته، ولی اینو مثالشو براش بنویسین که یادتون بمونه. میگه it was very difficult to put my sadness into words. بعد از مثلا مرگ فلانی خیلی سخت بود که بتونم غمم رو، ناراحتیم رو توی کلمات بذارم و بیان کنم. نزدیک به اون چیزی که ما میگیم توی کلمات نمی گنجه، یا کلمات نمیتونه به خوبی اون مفهوم رو بیان کنه. پس ماجرا اینه، put something into words. یه چیز دیگه هم اینو داشتیم در واقع برای put به معنی بیان کردن، توی کتاب قبلی داشتیم فکر میکنم. میگیم که put something in یا into other words، یعنی یه جور دیگه بیان کنی. یه چیزی رو توضیح میدی، بعد طرف میبینی متوجه نشد، نیاز به توضیح داره، میگی let me put it in other words. بذار یه جور دیگه بگم، let me put it in other words. خودتون بنویسید دیگه، یه let me اضافه میشه، همین که اینجا نوشتم، let me put it in other words. بذار یه جور دیگه بگم. بریم جلوتر. push someone یا push yourself رو داریم. push بچه اینجا به معنی هل دادن و ترغیب کردنه، نه هل دادن ماشین رو هل بدی، نه. یک نفر رو معمولا اینجا داریم هل میدیم، پوش سانوانه، هل میدیم به انجام کاری، بری یک کاری رو انجام بده، یعنی ترغیبش میکنیم یا فشار میاریم روش که یک کاری رو انجام بده. مثلا میگه some parents push their kids really hard. بعضی از پدرمادرها خیلی فشار میارن، خیلی هل میدن بچه‌شون رو به سمتی به انجام کاری. push their children very hard، really hard. اگه بغل yourself باشه معمولا تو این استوریای انگیزشی اینستاگرام میبینید push yourself to the limit، یعنی خودت رو هل بده، فشار بیار، ترغیب کن که بری به سمت انجام کاری که قبلا انجام ندادی. پس push بغل یه نفر، push someone یا push yourself. تو معنیش هم نوشته make someone work harder، یعنی باعث بشه یه نفر سخت‌تر تلاش بکنه، بیشتر تلاش بکنه. push yourself اینجوری اگه به عنوان انگیزشی بگفتم، push yourself یعنی خودتو حرکت بده، به خود فشار بیار، خودتو مجبور کن که بیشتر تلاش بکنی. push yourself. بیان پایین تر. leave something to یا with someone، هر دوتا حرف اضافه قبولن و به یک معنی هم. leave something to someone، معنی رو بخونیم رو معنی سعی کنید، از روی مثال رو بخونیم رو مثال سعی کنید حدس بزنید. we need to book a table، باید یه میزی رزرو کنیم. I'll leave that to you. به چه معنی؟ حدس بزنید تو فارسی چی الان بهتون میگم. بریم معنیشو بخونیم اول انگلیسی رو. اول میگه allow someone to take care of something. اگه بدونید take care of something جدا از مراقبت کردن معنی دیگه ای هم داره، میتونید اینو حدس بزنید. allow someone to take care of something یعنی اجازه بدی یه نفر یه کاری رو انجام بده، یه کاری رو بسپری به یه کسی. leave اینجا به معنی سپردن شده، میگم یه کاری میسپرم به تو، بسپرش به من، یادته. پس این leave اینجوریه، میگه ما باید یه میز رزرو کنیم، اینو میسپرمش به تو. I leave that to you.
اینو میسپارمش به تو، یعنی این کارو تو انجام بده. I leave that to you. Allow someone to take care of something. بذار یه نفر یه کاری رو انجام بده، بسپرش به یه نفر. خیلی قشنگه. برای leave ما همچون معنی بلد نبودیم، معنی جدیدیه. Make something something. اینم خیلی بامزه است. Make something something یعنی دو تا چیز داره بعدش. مثالاشو نگاه کنید. My watch says 10:20. What time do you make it? What time یه دونه از چیزا اینه. Make فعلمونه. It یه دونه از چیزای دیگه است. Make something something. ساعت من میگه 10:20. تو فکر میکنی چنده؟ اینکه تخمین بزنی ساعت چنده یا یه عددی حساب کتاب کنی چند در میاد، اینو با make something something میگن. مثال پایینشو نگاه کنید، بالای مال ساعت بود. پایینی میگه he bought 10 more. میگه 10 تا دیگه هم خرید. I make that 25 now. الان حساب کردم، مثلا من در حساب کتاب من 25 تاست دیگه الان. I make that 25. میبینید make that بعد عدد something something. Make that 25. Make something something. من الان تخمین میزنم 25 تا باشه حدودا. حالا راجع به هر چی دارن صحبت میکنن، معنیشو ببینید. think فکر کنی، یعنی به نظرت، یا calculate یا حساب کتاب کنی. something to be a particular time or number که یه چیزی یه زمان خاصی و یا یه عدد خاصی باشه. هم حساب کتاب کنی یا فکر کنی که یه چیزی یه عددی. ما لغت یه تک لغت نداریم باشه، باید توصیف کنیم. اونا دارن همچین چیزی، بخاطر همین خیلی تو کلمه فارسی نمیگنجه. باز برای همیشه من سعی میکنم ترجمه رو بگم بهتون که تو فارسی بتونید ارتباط برقرار کنید. منتها خب برای بعضی چیزا شاید واقعا یه کلمه‌ای نتونیم بگیم چیزی براش، ما توصیفی باید بگیم، اونا باید تک کلمه و اصطلاح میگن. زبان انگلیسی کلا از نظر تعداد لغت‌ها اینا برای هر چیزی یه لغت دارن و این مشکل ساز میشه بعضی وقتا برای ما، مثل این make something something. حالا مثلا تخمین زدن، یا مثلا بعضی وقتا میگیم من انقدر درآوردم، من 25 تا درآوردم، این عدد رو بعد اینکه حساب کردم انقدر درآوردم. اینم مثلا میتونه نزدیک باشه، ولی خب برای ساعت هم هست، برای عدد حساب کتاب کردنی هم هست. بعدیش بچه bring someone or something، به علاوه بعدش یه adverb یا یه preposition، یه قید یا یه حرف اضافه میاد. کشوندن و آوردنه. یه نفر رو بیاری به یه جایی برسونی، بکشونی بیاری یک جایی. نگاه کنید مثالشو. It was the war، جنگ بود که that brought him to power، اونو آورد به قدرت رسوند. آوردن و رسوندن. Brought him to power، brought گذشته bring. یا مثال دومش میگه What brings you here، چی آوردتت اینجا، چی کشوندتت اینجا. پس این کشوندن آوردن رسوندن است، کسی رو به یه جایی، کسی رو به یک چیزی. مثلا معنی نوشته نشه cause someone or something، باعث بشه که یه نفر یه چیزی. reach a particular condition or place، برسه به یک جایگاه یا یک مکان یا یک شرایط خاصی. مشخص همونی که گفتم، کشوندن و رسوندن و آوردن. بعدیش پایینیش بچه come with یا come in something توی فروش و اینجور چیزاست. معنیشو ببینید، میگه be sold، فروخته بشه، or produce یا تولید بشه with a particular feature، feature ویژگی، با یه ویژگی خاصی یه چیزی تولید بشه. مثالشو باید ببینید، حتما از رو مثال این معنی در میاد، رو definition در نمیاد. مثال اولش میگه I'm sure the radio comes with batteries، میگه مطمئنم که این رادیو حتما باهاش همراهش باتری داره. comes with batteries یعنی مطمئنم همراهش باتری داره، یعنی وقتی میخری توش باتری هست، یا مثلا بغلش باتری هست. comes with batteries. یا مثلا مثال دومش the chairs come in four different colors. میگه این صندلیا چهار تا رنگ دارن. ما اینجوری میگیم تو فارسی، میگیم این چهار تا رنگ داره. این تیشرت مثلا پنج تا رنگ داره، سه تا سایز داره. اینجا میگیم they come in four different sizes، four different colors، تو چهار تا رنگ مختلف میان، انگار میگیم. میبینید؟ ولی معنی اومدن نیست، معنی به همراه داشتن و داشتنه. جالبه. بیان پایین در آخریش do for someone یا do for something خیلی بامزه است. مثالش رو ببینید. I peeled 6 potatoes. peel بچه پوست کردن، پوست کردن مثلا میوه رو میگیم peel، ایدی گرفته فعلش. 6 تا سیب زمینی پوست کردم. will that do؟ بسه؟ کفایته؟ کارو در میاره همین؟ ها؟ یا مثال پایینش will these shoes do for the wedding؟ این کفشا کارو در میاره برای عروسی؟ اوکیه، رواله، این کفشا مناسبه برای عروسی، همون کارو در میاره، اوکیه، کفایت، بسه. تو معنیش نوشته be enough، کافی بودن، یا be acceptable یا قابل قبول بودن، اوکی بودن، in a particular situation، تو یک موقعیت خاص. خیلی کاربردیه.
تموم شد، همه نکاتو گفتم، مطلب با زیاد داشتیم مثل درس قبلی. مرسی که همراه بودین، مرسی که لایک میکنید ویدیو رو، اگه سوالی چیزی بود بپرسین، حتما تمرین رو یادتون نره. درس های یکم طولانیه چون مطالب خیلی زیاده، من سعی میکنم هیچی رو از قلم نندازم و هر جزئیاتی رو لازمه اضافه کنم و بگم. امیدوارم که همینقدر ریز و با جزئیات گوش کنید، نکته برداری کنید و بتونید استفاده کنید و تمرین رو انجام بدین و به ذهن بسپارید. مرسی که همراه بودین، تا درس دیگه مراقب خودتون باشین، take care and bye bye.